بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، کسایی که این مجموعه را از فرادرس تهیه کردن. بنده محمد علی ابراهیمی هستم و قصد دارم که در این مجموعه بحث ارتعاشات مکانیکی که یکی از دروس رشته مهندسی مکانیک دروس اصلی این رشته است و به تبع تا حدودی هم برای دانشجویان سخت به نظر میرسه، که البته اینجا خدمتتون عرض کنم که سختی در هر چیز به خاطر این هستش که ما روش درسته انجام یا حل اون مسئله مورد نظر رو بلد نیستیم. اگر ما روش درست رو یاد بگیریم تمام مسائل برای ما آسون خواهد. خب من قصد دارم که توی این مجموعه در واقع اون روش های حل مسئله مختلف مربوط به ارتعاشات مکانیکی رو خدمتون آموزش بدم و سوالات کنکوری که 10 سال اخیر در واقع توی کنکورهای ارشد مهندسی مکانیک اومده رو خدمتون گام به گام حل بکنم و انتظار دارم که دوستان هر گام رو به خوبی یاد نگرفتن به گام بعدی نرن، یعنی هر بخش رو سعی کنید به درستی مفهومش رو بفهمید و بعد ویدیو رو ادامه بدید. این ویدیو شاید در حدود باشه که تو یه روز شاید بشه گوش کرد، اما شما به این نحو استفاده نکنید و سعی کنید که تا مبحثی رو عمیق یاد نگرفتید و حالا یعنی فضای اون نیست که ما تمرین‌های خیلی زیادی رو بتونیم حل بکنیم، ما در حد همون آموزش که نیاز باشه تمرین خدمتتون حل میکنیم. تمرینات اضافه رو میتونید از کتابتون یا مجموعه مختلفی که در سوالات ارتعاشات هست استفاده بکنید و اون مبحث رو به خوبی یاد بگیرید و وقتی یاد گرفتید ویدیو رو ادامه بدید. بحث ارتعاشات مکانیکی از کجا ناشی میشه؟ میگیم که در واقع بحث ارتعاشات مکانیکی عبارت است از حرکت نوسانی اجسام، مطالعه نیروهای وابسته به آنها هستش. هر جسمی که در واقع دچار نوسان میشه در اثر بارگذاری، دیگه رفتارش با اون رفتار استاتیکی متفاوت هستش. ما ممکنه در حالت استاتیکی به یک میله مثلا یک نیرویی داریم وارد میکنیم، اون میله بتونه مثلا اون بار مثلا 200 کیلونیوتن رو تحمل بکنه، اما وقتی این دچار نوسان بشه دیگه تحملش و اون مقاومت تحملش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه دیگه اون بار رو تحمل بکنه چون دچار نوسان شده. پس بنابراین رفتار اون جسم ما باید در حالتی که بار نوسان گونه هستش و جسم در اثر اون بارگذاری دچار نوسان میشه بررسی بشه. به عبارت دیگه تمام اجسامی که جرم و کشزانی دارن میتونن نوسان کنند. از این رو اغلب ماشین‌ها و سازهای صنعتی تا اندازه ارتعاش میکنن و در طراحی معمولا باید رفتار نوسانی اونها هم در نظر گرفته بشه، چرا که اگه ما یک سازه رو بر اساس همون بارگذاری استاتیکی بخوایم طراحی بکنیم، این سازه در اون عمر پیشبینی خودش دچار مشکل خواهد بود، چون خدمتتون عرض کردم در اثر نوسان مقاومت جسم ما کاهش پیدا میکنه و مقاومتمون به اندازه اون حالت استاتیکی نیستش. حالا ما اینجا زیاد نمیخوایم به مباحث تئوری بپردازیم و اون در واقع فلسفه مباحث خدمتتون عرض بکنیم، ما میخوایم بیشتر اون مسائل، روابط و روش‌های استراتژی‌های حل مسئله رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید یک سیستم ارتعاشی ببینیم که داره چه اجزایی هست، یعنی توی سازه‌ای که ما داریم، یک دستگاهی داریم، یک قطعه‌ای داریم که طراحی کردیم، ببینیم که کدوم قسمت‌ها جزء سازه و اون سیستم ارتعاشی ما میشه. توی یک سیستم ارتعاشی ما میایم اون دستگاهمون رو به 3 بخش تبدیل میکنیم. بخشی که برای ذخیره انرژی پتانسیل هست، یعنی اون قسمت کشسانی ما هست که تحت عنوان فنر، نمادش به عنوان فنر هست. اینجا حالا ما به شکل فنر نشون دادیم، این نیست که اون دستگاه حتما داخلش فنری به کار رفته باشه، اون خاصیت ارتجایی که تو اون سیستم هست به عنوان فنر در نظر گرفته میشه و اون حالت رو ما به عنوان فنریت اون دستگاه در نظر میگیریم. مثلا شما فرض کنید که یک میله رو دارید خم میکنید، خب داخل اون میله فنر نیست، اما اون خاصیت کشسانی که بعد اینکه رها میکنید برمیگرده به حالت خودش و نوسان میکنه، اون خاصیت رو ما میگیم خاصیت فنریت که در عنوان فنر اینجا توی در واقع طراحیمون در نظر میگیریم. قطعه دوم جرم اون هست که وسیله برای این ذخیره انرژی جنبشی هست که اون قطعمون قطعا وقتی جرمی نداشته باشه دچار نوسان نمیشه، یا حتی جرمش کم باشه نوسانش هم کم خواهد بود. و پارامتر سومی که ما توی سیستم ارتعاشی در نظر میگیریم وسیله برای استهلاک تدریجی انرژی است. خب وقتی ما این قطعمون رو در واقع نیرو بهش وارد میکنیم، بعد رها میکنیم، نوسان میکنه، این نوسان تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمیکنه، بعد از مدتی این خنثی میشه. اون عاملی که باعث خنثی شدن این نوسان ما میشه و این انرژی ما رو در واقع مستهلک میکنه، اون قسمت دمپر یا قسمت در واقع سیالاتی این سیستم هستش که به عنوان
دمپر در نظر گرفته میشه و حالا افتی که نیروی خارجی است. پس ما یک سازه رو به سه بخش تقسیم میکنیم تو حالت ارتعاشی، یک قسمت برای فنریت، یک قسمت برای دمپر یا مستهلک کردن سیستم، یک قسمت که جرم سیستم ما هستش. اینجوری خدمتتون عرض کنم، فرض کنید شما یک رباتی که دارید دارای قسمت‌های مختلف و پیچیدگی خاص خودش هست، ما این رو تو سیستم ارتعاشی تبدیل می‌کنیم، یعنی مساوی می‌دونیم با یک سیستم که در واقع یک قسمت فنریت داره، یک قسمت دمپر یا مستهلک کننده داره و یک قسمت جرم این سازه ماست. یعنی کل این قطعه مکانیکی ما در سیستم ارتعاشی تبدیل میشه به یک همچین مداری که دارای سه قطعه اصلی است که به حالا یه نیروی خارجی ممکنه بهش وارد بشه، یا اینکه نیروی خارجی هم حالاتهای مختلف داره، میتونه به شکل خطی باشه، ضربه باشه، یا حالت در واقع نوسانی باشه. خب این مقدمه ای بود که خدمتتون عرض کردیم. وارد فصل اول ارتعاشات میشیم و قسمت درس در واقع دومون، درس اولمون مقدمه بود برای این که با سیستم ارتعاشی بیشتر آشنا بشیم. درس دومون معادلات حاکم بر سیستم ارتعاشی هستش. خب ما یعنی کل این سیستم بحث ارتعاشیمون هولوش همین معادله حاکم بر اون سیستم ارتعاشی است. یعنی ما بتونیم معادله حاکم بر اون سیستم ارتعاشی رو بنویسیم، مسئله ما حل شده است و بقیه مسئله ما چیزی نداره و کل در واقع بحث سیستم ارتعاشی نوشتن رابطه معادله حاکم بر حرکت اون سیستم ارتعاشی ما خواهد بود. که حالا این معادله حرکت به دو شکلی در واقع قابل نوشتن و قابل تحلیل هستش. یکی استفاده از قانون دوم نیوتن هست و حالت دوم استفاده از انرژی هست. یعنی ما معادله حاکم رو باید قبلش، حالا با استفاده از اون استراتژی ها و روش هایی که خدمتتون عرض میکنیم، تصمیم بگیریم که با استفاده از قانون دوم نیوتن معادله حاکمه بر این حرکت این سیستم ارتعاشی رو بنویسیم، یا با استفاده از انرژی این کار رو بکنیم. خب اگر بخوایم با استفاده از قانون دوم نیوتن بنویسیم، اگر ارتعاش ما خطی باشه، میایم میگیم که مجموع نیروهایی که به این در واقع سیستم ارتعاشی ما وارد میشه برابر است با m ضرب در شتاب خطی که این نیروها به این سیستم ارتعاشی ما خواهد داد. پس ما مجموع نیروها رو با هم جمع میکنیم، یک راستایی رو راستای استاندارد قرار میدیم، مثلا راستای حرکت جسم رو راستای مثبت در نظر میگیریم، طبق اون نیروها رو با هم دیگه جمع میکنیم، مساوی در واقع جرمون سازمون سیستممون ضرب در شتاب خطی که سیستم خواهد گرفت. یا اینکه اگر ارتعاش ما زاویه‌ای باشه، یعنی پیچشی باشه یا دورانی باشه، میایم مجموع گشتاورهایی که به اون سیستم وارد میشه رو مساوی جی در آلفا میکنیم، یعنی ممان اینرسیمون ضرب در شتاب زاویه‌ای خواهد کرد. پس در قانون دوم نیوتن اگر ارتعاش خطی بود به این شکل عمل میکنیم، اگر ارتعاش زاویه‌ای بود به این شکل رابطه پایین عمل میکنیم که مجموع گشتاورها رو باز باید یک جهت رو مثلا ساعت کرد یا پاساعت کرد رو بگیریم مثبت، و مجموع گشتاورهایی که از نیروهای خارجی یا عوامل داخلی که در سازه وجود داره ایجاد میشه رو با همدیگه جمع میکنیم مساوی این رابطه قرار بدیم. یا اینکه بیایم در حالت دوم از رابطه انرژی استفاده بکنیم، که حالا رابطه انرژی رابطه معمولی خودش استفاده بکنیم، یا اینکه از رابطه لاگرانژ استفاده بکنیم. در حالت ساده میدونیم خب انرژی نه از به وجود میاد نه از بین میره، بنابراین تغییرات انرژی سیستم ما برابر صفر خواهد بود، که میتونیم مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشیش رو با هم جمع بکنیم نسبت به زمان مشتق بگیریم، چون تغییرات در واحد زمان برای انرژی صفر است، اینو مساوی صفر قرار بدیم تا اون رابطه در واقع معادله حرکت سیستم ما استخراج بشه. یا اینکه از رابطه لاگرانژ استفاده میکنیم که اینجا فرمولش رو میبینید، من اینجا توضیح نمیدم، تو بخشی که مربوط به این هستش و مسائل زیادی هم ازش حل کردیم، اونجا خدمتتون توضیح خواهم داد. پس به طور کلی برای اینکه یه سیستم ارتعاشی رو ما تحلیل بکنیم، باید معادله حرکت اون رو استخراج بکنیم، یعنی خارج از این محدوده نیست، کل استراتژی که حاکم هست بر حل مسائل ارتعاشی این هستش که ما معادله حرکت اون رو استخراج بکنیم، که برای معادله حرکت هم یا باید از قانون دوم نیوتن استفاده بکنیم یا از انرژی، که در قانون دوم نیوتن اگر خطی باشه به این شکل و اگر زاویه‌ای باشه به این شکل عمل خواهیم کرد. خب حالا ما بیایم در بحث بعدی ببینیم که چه نیروهایی در واقع به سیستم ارتعاشی ما وارد میشه و یا اینکه چه انرژی هایی در واقع در اون ایجاد خواهد شد. خب نیروهایی که در واقع ایجاد میشه، یکی این هستش که نیروهای خارجی هست. خب خود مسئله نیروهای خارجی رو به ما میده، رابطش هم میده، حالا ممکن خطی باشه، سینوسی باشه یا حالتای دیگه ثابت باشه، یا اینکه نیروهایی که از خود اجزای سیستم که خدمتتون عرض کردم خود فنر داره وارد میشه، دمپر یا خود جرم داره
وارد میکنه. خب فنر نیرویی که وارد میکنه، فنر در حالت خطی F مساوی KX هست. این رابطه هست که ما در فیزیک دبیرستان هم این رو مطالعه کردیم. K سختی فنر ضرب در X مقدار جابجایی فنر هست که نیروش به این شکل ایجاد میشه. اگر زاویه‌ای باشه باز سختی زاویه‌ای ضرب در میزان جابجایی زاویه‌ای که برابر نیروی در واقع ما خواهد. برای دمپر یا اون مستهلک کننده نیروی ما اگر در واقع خطی باشه، نیروی ما برابر میشه با C ضریب استهلاک ضرب در سرعت، که حالا سرعت رو بر اساس مقدار جابجایی بنویسیم میشه مشتق جابجایی که میشه ایکستاد، یعنی C ضریب استهلاک ضرب در سرعت که به شکل ایکستاد بنویسیم. اگر به شکل زاویه‌ای باشه این دمپرمون که حالا کم پیش میاد، به شکل C ضرب در امگا خواهد بود که باز C ضرب در امگا رو به شکل دتاداد یعنی تغییرات زاویه‌ای می‌نویسیم، چون اینجا همه رو می‌خوایم به شکل معادلات دیفرانسیل در بیاریم، به خاطر همون به جای سرعت می‌نویسیم ایکستاد، به جای سرعت زاویه‌ای هم دتاداد خواهیم نوشت. و برای جرم هم که نیرویی که در واقع جرم وارد میشه ام آ هستش، که آ به شکل در واقع معادله دیفرانسیل میشه همون ایکس دبل داد، یعنی مشتق دوم جابجایی میشه همون شتاب که به این شکل. برای زاویه هم مومان اینرسی ضرب در الفا خواهد بود که به این شکل الفا هم دتا دبل داد خواهیم نوشت. برای انرژی ها، انرژی که فنر در واقع در خودش ذخیره میکنه انرژی پتانسیل هست که یک دوم کایکس خواهد بود، و انرژی دمپر از نوع جنبشی هست که یک دوم سی ایکس داد به توان دو یا سی وی دو که حالا ما به شکل معادله دیفرانسیلش نوشتیم. برای جرم، اگر جرم در واقع به شکل پتانسیل باشه یعنی ارتفاعی را طی بکنه، ام جی اچ هستش. اگر سرعت بگیره به شکل جنبشی خواهد بود، یک دوم ام ایکس دبل داد به توان دو. و اگر به شکل زاویه‌ای در واقع حرکت بکنه و باز حالت جنبشی هست که میشه یک دوم آی در دتا داد به توان دو خواهد بود. پس اون نیروها و انرژی که توی اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم به این شکل به دست خواهد اومد که برای اجزای فنر، دمپر و جرم در هر سوالت خدمتتون عرض کردم. و نیروی خارجی هم که خود مصدر به ما میده، ممکنه خطی باشه، ممکنه ثابت باشه یا حالت سینوسی باشه. اما استخراج معادله دیفرانسیلی که بر سیستم ارتعاشی ما حاکم هستش، خب ما به شکل کلی سیستم ارتعاشی که داریم میتونه به این شکل باشه که دارای فنر هست، دمپر هست، نیروی خارجی هست و جرم هست. خب ببینیم این رو ما به چه شکلی باید معادله دیفرانسیلش رو استخراج بکنیم. خب ما اینجا در واقع جرم اونا آزاد میکنیم، نمودار آزاد اینو میکشیم. اگر این به این سمت حرکت کنه در اثر این نیرو، خب نیرویی که از طرف فنر داره وارد میشه برابر کا ایکس خواهد بود. اینم به شکل کلی خدمتتون عرض کنم که نیروی فنر میشه کا در ایکس انتها منهای ایکس ابتدا. چون ابتدا حرکتی نمیکنه پس میشه همون ایکس انتها که اینجا ما ایکس رو نوشتیم. اگر قسمت هم حرکت میکرد باید مینوشتیم مثلا ایکس دو منهای ایکس یک، یعنی تغییرات ابتدا و انتهای اون لحاظ خواهد شد. به همین شکل نیرویی که دمپر ایجاد میشه اسلاید قبلی رو نگاه بکنید، سی ایکس دبل داد خواهد بود، که اگر اینجا این قسمت هم حرکت میکرد باید مینوشتیم ایکس داد انتها منهای ایکس داد ابتدا، که حالا اینجا حالت ساده هست و تکیگاه حرکتی نداره، بس به این شکل خواهیم نوشت. خب پس ما اومدیم اینجا دیاگرام آزاد جرم رو کشیدیم و تمام نیروهایی که به این جسم وارد میشه رو اینجا قرار دادیم. نیرو خارجی که هست، این نیروها هم که تو اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم. خب پس باید این حالا معادل میشه با شتابی که به جسم داده میشه، یعنی این نیروها داره به جسم وارد میشه، معادلش اون سمت چیه؟ جسم ما یک شتابی میگیره که میشه ام ایکس دبل داده ما. خب حالا میایم با استفاده از رابطه، چون حرکت ما خطی است و ما می‌خوایم از قانون دوم نیوتن استفاده بکنیم، مجموع نیروها مساوی است با ام ایکس دبل داد. خب اینجا ما چون راسته در سمت راست رو گرفتیم مثبت، یه منفی کا ایکس داریم، یه منفی سی ایکس داد داریم، یه مثبت اف تی داریم که مساوی میشه با ام ایکس دبل داد. خب به این شکل هستش که معادله دیفرانسیل تمام حالت های داخلی رو در یک سمت می‌نویسیم و عوامل خارجی در یک سمت دیگه، یعنی اف تی که عامل خارجی هست در یک سمت قرار میگیره، بقیه در یک سمت مقابل قرار خواهند گرفت. خب اینها رو ما جابجا بکنیم، ام ایکس داد که سر جای خودش هست، کا ایکس میره اون سمت میشه مثبت، میشه مثبت کا ایکس، سی ایکس دبل داد هم منفی میره اون سمت میشه مثبت، سی ایکس دبل داد مساوی اف تی خواهد بود. پس تمام عوامل داخلی یک سمت و نیروهای خارجی در سمت دیگه قرار می گیره. این رابطه که ایجاد شد، این معادله دیفرانسیل حاکم بر این سیستم ارتعاشی ما خواهد بود که حالا به شکل خطی است، که ما اینجا حالت دیگر هم خدمتتون خواهیم گفت. خب مثلا تو این حالت، حالت در واقع خطی نیست، حالت زاویه‌ای و پیچشی هستش. خب ما میایم حالت دیاگرام آزاد این رو برای شما رسم می‌کنیم. خب دیاگرام آزاد رو رسم کنیم، یک ام تی خارجی داره به این وارد میشه. خب این قسمت رو ما حذف کردیم، این قسمت یک خاصیت فنری داره که تحت عنوان کا در دتا
قرار میگیره که از حرکت آزاد این به این سمت جلوگیری میکنه، مخالف اون هست و ممکنه یک حالت مستهلک کننده هم داشته باشه که سی دتاداد هستش که معادل اون یک چرخش زاویه‌ای ما خواهیم داشت که یک چرخش زاویه‌ای ما اینجا داریم و ممان انرسی گشت برابر دوم سطح هم برابر جی صفر هستش که ما اینجا حالا یک دوران زاویه‌ای به این سمت داریم، یعنی حاصل این نیروهای زاویه‌ای یک حرکت زاویه‌ای با شتاب خواهد که ما بیایم اینجا باز معادل حاکم بر اون به شکل زاویه‌ای رو بنویسیم، به شکل پیچشی و زاویه رو بنویسیم، این مجموع گشتاور هم مساوی است با جی دتا دبل دات خواهد بود. خب گشتاور ما یک در واقع مثبت امیتی هست، اینجا نوشتیم یک منفی کا دتا است، یک منفی سی دتا دات هست که مساوی است با این سمت جی در دتا دبل دات خواهد بود، چون ما حالت در واقع ساعت کرد رو اینجا مثبت در نظر گرفتیم. باز عوامل داخلی رو یک سمت جمع می‌کنیم و امیتی که خارجی است یک سمت دیگه باشه، معادل حاکم بر این سیستم به این شکل خواهد بود که مشاهده میکنید. خدمتتون عرض کنم در ارتعاشات ما فرمول خاصی نداریم، یعنی هر مسئله ای باشه ما باید اون معادله حاکم بر اون مسئله رو از صفر برای اون بنویسیم، این نیست که ما یه فرمولی داشته باشیم حالا داده های اون رو اونجا جاگذاری بکنیم و مقداری به ما بده، ما این هر مسئله جدیدی باشه ما باید معادل دیفرانسیل حاکم بر اون رو بنویسیم، یعنی ما توی ارتعاشات روش داریم، فرمول خیلی نداریم که مثلا من بگم این فرمول رو شما حفظ کنید برای مسئله دیگه استفاده کنید، نه، این فرمول فقط برای این حالت کاربرد داره، برای حالت مسئله جدید دوباره باید شما از صفر به این روشی که خدمتتون عرض کردم معادله دیفرانسیل حاکم بر اون رو بنویسید و بعد استفاده هایی که خواهیم کرد و خاصیت های اون سیستم و پارامترهای اون سیستم ارتعاشی رو استخراج خواهیم کرد خدمتتون خواهم. اما حالا بیایم ببینیم که چون توی یک سیستم ممکنه در واقع چندین مستهلک کننده ما یا چندین جسم خاصیت فنری داشته باشیم، برایند سختی فنرها رو بدونیم که به چه شکلی به دست میاد. خب اگر فنر ما به شکل سری باشه، یعنی چند تا فنر به شکل سری قرار بگیرن، مجموعه فنرهای ما، حالا اینجا یک بروی کای کوال باید می‌نوشتیم، کای کوال نوشتیم، یک بروی کای کوال میشه یک بروی کای یک به اضافه یک بروی کا دو به اضافه یک بروی کاسه، بعد اینا رو به شکل حالا مخرج مشترک میگیریم، جمع میکنیم و بعد معکوس کنیم، کای معادل به دست خواهد اومد، مثل خازنها و مقاومتها که در مداره الکترونیکی داشتیم، اینجا هم وقتی به شکل سری بود ما میایم این کار رو انجام میدیم. پس اینجا اینو اصلاح بکنه دیگه یک بروی کای اکوال هست، نه کای اکوال، بعد اینجا مخرج مشترک میگیریم و معکوس. اگر به شکل موازی باشه که راحتی کای اکوال ما، یعنی سختی فنر معادل ما، مجموع این سختی فنر خواهد بود و در حالتی که یک فنر این سمت و یک فنر این سمت قرار داره، باز کای اکوال ما اینها به شکل همون موازی در نظر گرفته میشن که میشه کای یک به اضافه کای دو. خب من یک نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم که حالا توی مسائل باش برخورد میکنیم، بعضا تو مسائل به این سادگی نیست که ما تشخیص بدیم که این فنرها به شکل سری هستن یا به شکل موازی هستن. خب ما بخوایم بدونیم که دو تا فنر نسبت به هم سری یا موازی هستن، ببینید اینجا کاملا تابلو این سری این موازیه، میگم بعضی مسائل برخورد میکنیم که به این سادگی نیستش. خب اما من اینجا روشی خدمتتون عرض میکنم که بفهمیم که چجوری متوجه بشیم که اون دو تا فنری که برامون مجهول است آیا سری هستن یا موازی، بتونیم سری یا موازی بدن اون رو تشخیص بدیم. ببینید الان ما هم میخوام ببینم که کا یک با کا دو سری هست یا موازی. خب اگر من کا دو رو صلب در نظر بگیرم، یعنی این کا یک صلبه، یعنی حرکتی نداره، خب ببینم آیا این حرکتی نداره کا دو میتونه حرکت کنه یا نه. ببینید الان این اگه صلب باشه کا دو به راحتی حرکت میکنه و حتی حرکتش بیشتر از حالت قبل خواهد بود، یعنی میزان کش اومدنش بیشتر از حالت قبل خواهد بود، چون وقتی کا یک هم داره حرکت میکنه این نقطه میاد پایین، کا دو زیاد کش نمیاد، اما وقتی کا یک ثابت باشه کا دو علاوه بر اینکه به راحتی میتونه در واقع کش بیاد، میزان در واقع جابجاییش از حالت قبل هم بیشتر میشه، پس وقتی میتونه حرکت بکنه کا یک با کا دو میشه حالت سری. اما تو این حالت میایم میبینیم که الان کا یک اگه ثابت باشه صلب باشه آیا کا دو میتونه حرکتی داشته باشه، یعنی این صلبه ما میخوایم کا دو رو بکشیم یا این دوتا مثلا صلب میخوام اینو بکشیم. خب چون اینجا دوتا نمیتونن حرکتی بکنن کادو هم نمیتونه حرکتی بکنه، پس بنابراین از این نتیجه میگیریم که کادو یک با کادو به حالت موازی هست. به همین شکل تو اینجا اگر کا یک اینجا حرکتی نداشته باشه آیا کادو میتونه حرکتی داشته باشه؟ مسلما نه، وقتی کا یک صلب حرکتی نداره کادو هم نمیتونه حرکت بکنه. پس اگر حرکتشون وابسته به هم باشه و یکی حرکت نکرد اون یکی هم نتونه حرکت بکنه، اونها میشن با هم دیگه موازی. اگر بتونه حرکت بکنه میشن به حالت سری. یه روش ساده است که شما میتونید در حالت پیچیده تشخیص بدید که دو تا فنر نسبت به هم در واقع موازی هستن یا سری. خب در حالت زاویه‌ای اگر دوتا در واقع میله داخل هم باشن
اون وقت اون حالت موازی رو به خودشون میگیرن، یعنی کایه کانوما میشه کایه یک به اضافه کا دو. یعنی اینجا با همون استراتژی میتونید تشخیص بدید خب اگر این مشکی حرکتی نداشته باشه، یعنی پیچشی نداشته باشه، آیا این قرمز دورش میتونه پیچشی داشته باشه؟ وابسته به اون هست. بنابراین میبینیم که در واقع نمیتونه حرکتی داشته باشه، پس موازی هستن و کایه کوال جمع میشه. اما در این حالت که در واقع دو تا میله به شکل سری هستن، حالت همون سری رو در نظر میگیریم، بنابراین یک بروی کا یک کال اینجا باید اینو اصلاح کنید، یک بروی کا یک کال میشه یک بروی کا یک به اضافه یک بروی کا دو. اینجا اگر نگاه بکنید، اگر مشکی پیچشی نداشته باشه اما قرمز میتونه باز پیچش بکنه، بنابراین پیچش قرمز وابسته به پیچش قسمت مشکی نیست، در نتیجه اینا به حالت سری در میان که اینجا گفتم اینو اصلاح بکنید، یک بروی کا یک کال مساوی این خواهد. حالا مثال ما میخوایم اینها رو در واقع این مثالی هست، ما میخوایم کا یک کال این رو به دست بیاریم. خب اینجا مشخص است کا یک با این کا یک با هم دیگه چی ان به شکل در واقع موازی هستن، پس جمع میشن کا در واقع 11 یه میشه کا یک به اضافه کا یک میشه دوتا کا یک به این شکل، و کاسه و کاسه هم که باز با هم موازی هستن به این شکل با هم جمع میشن میشه دوتا کاسه. یعنی این فنر به این شکل در میاد که اینجا دوتا با هم جمع میشن میشن کا 11، این دوتا با هم جمع میشن میشن کا 33. خب حالا این سه تا با هم دیگه سری هستن، بنابراین یک بروی کا کوال این قسمت میشه یک بروی کا 11 که 2 کا 1 هست به اضافه 1 بروی کا 2 به اضافه 1 بروی کا 33 که 2 کاسه هست، که بنابراین حالا اینا رو اگر مقدار داشتیم با هم دیگه مخرج مشترک میگرفتیم و بعد معکوس میکردیم تا کا 1 کوال 1 برای این ستا به دست میاد. حالا اینها با هم جمع بشه میشه یه دونه کا 1 کوال 1 که از اینجا حالا به دست میاد، به این شکل این ستا رو حذف میکنیم به جاش یه دونه کا معادل قرار میدیم. خب این با این حالا میشه باز موازی، بنابراین کا 1 کوال 2 میشه کا 1 کوال 1 به اضافه این کا 4 مون با هم دیگه موازی میشن به این شکل در میان، و در نهایت این دوتا با هم سری هستن، بنابراین یک بروی کا یک کوال کل میشه یک بروی کا یک کوال 2 به اضافه یک بروی کا 5 که اینها را ما حالا مقدار داشتیم مخرج مشترک میگرفتیم معکوس میکردیم تا کا یک کوال کل به دست بیاد، که بنابراین کل این به این حالت کا یک کوال به دست میاد. حالا کاربرد اینها بعدا خدمتتون خواهیم گفت که ما اونجا حالا میخوایم فرکانس طبیعی اینا به دست بیاریم، اگر بتونیم کا یک کوال به دست بیاریم میتونیم به راحتی فرکانس طبیعی رو هم محاسبه بکنیم. پس به این شکل گام به گام میشه کای معادل رو به دست آورد. خب ما هنوز وارد اون مباحث اصلی ارتعاشات نشدیم. یک سری مسائل هستش که باید خدمتتون یادآوری بکنیم، چون توی حل مسائل و تحلیل مسائل ما بهش نیاز داریم. اگر اونها در واقع فراموشتون شده باشه اونجا دچار مشکل خواهیم بود، که من اون اصلی ها رو خدمتتون عرض میکنم. اگر این مسئله بخشایی بود که یادتون رفته بود، شما خودتون باید مراجعه بکنید و اون رو برای خودتون یادآوری بکنید تا مسئله درست براتون تفهیم بشه. خب بخش اولمون در واقع هم ارزی ها هستش. توی حالت حدی که در اون مقدار زاویه ما کم هست و به صفر میل میکنه، ما میدونیم که سینوس یو هم ارز است با خود در واقع یو. اگر سینوس دتا داشته باشیم هم ارز میشه با خود دتا، که ما توی مسائل از این استفاده خواهیم کرد. اگر کوسینوس داشته باشیم، اگر کوسینوس به توان در واقع ان یو باشه و زاویه ما خیلی کم باشه، هم ارز است با 1 منهای ان در یو دو دوم، که حالا اگر در واقع ان ما 1 باشه میشه 1 منهای یو دو دوم، که حالا خود کوسینوس یو رو ما معمولا هم عرض 1 در نظر میگیریم، چون زاویه ما خیلی کم هست و توان دوهای در زاویه ما صرف نظر میکنیم، برای کوسینوس یو میشه هم عرض 1 میشه. اگر توان داشته باشه میشه به این شکل. پس وقتی کوسینوس یو داریم هم عرضش برابر 1 هست اگه توان نداشته باشه، و اینکه 1 منهای کوسینوس به توان ان یو داشته باشیم میشه ان یو دو دوم خواهد بود. به همین شکل برای تانژانت یو هم عرضش برابر یو هست وقتی زاویه کم هستش. حالا اینا رو من اینجا دارم با سرعت خدمتتون عرض میکنم، توی مسائل که رسیدیم باز فراموشتون شد میتونید برگردید توی این قسمت ویدیو رو تکرار بکنید و اینها رو برای خودتون تکرار بکنید تا یادآوری بشه. این برای حالتی هستش که زاویه ما کم هست و حدوداً کمتر از 6 درجه خواهد بود، که همون شکل خدمتتون عرض کردم سینوس دتا برابر دتا میشه کوسینوس دتا برابر 1 خواهد. به همین شکل مشتق سینوس دتا نسبت به دتا اگر ما بگیریم میشه کوسینوس دتا. خب برای خیلیاتون این چیز ساده‌ای هستش، مشتق سینوس کوسینوس هستش. اما اگر مشتق سینوس نسبت به زمان بخوایم بگیریم مثل مشتق سینوس یو خواهد بود، که میشه یو پریم در کوسینوس یو. اینجا چون دتا رو نسبت به زمان داریم مشتق میگیریم، میشه مشتق دتا نسبت به زمان، یعنی همون دتا داد در مشتق سینوس که میشه کوسینوس. پس اینجا ما اینجا به خاطر این نکته رو آوردیم که فرق هست بین این که از سینوس نسبت به دتا داریم مشتق میگیریم یا نسبت به زمان داریم مشتق میگیریم. اگر نسبت به دتا باشه میشه همون کوسینوس، اگر نسبت به زمان باشه به این شکل خواهد.
سرعت رو هم که میدونیم مشتق اول در واقع جابجایی هست، شتاب مشتق دوم جابجایی هست. اینا رو قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، اینجا فقط چون مخاطب ما عام هستش ما میخوایم همه از این مجموعه بتونن استفاده بکنن. حالا یکی پایش یه مقدار ضعیف هست مفید نباشه براش، به خاطر همون ممکنه برای خیلی اینها مسائل خیلی ساده باشه و حالا بعضیا بتونن از اون استفاده بکنن. ما به خاطر اینکه در واقع احترام بذاریم به همه، این مسائل ساده هم خدمتتون عرض کردیم تا یادآوری بشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم امگا هم خواهد بود مشتق اول تقلات زاویه یعنی دتا داد، و آلفا که شتاب زاویه هست برابر مشتق دوم تقلات زاویه یعنی دتا دبل داد خواهد. به همین شکل یادآوری که برای مومان اینرسی هستش، یا حالا اونهایی که استفاده میکنیم رو باید تقریبا حفظ باشید. در حال پیچش وقتی مقطع ما دایره‌ای باشه در حالت پیچش میشه پی دی 4 32، اگر دبران باشه یعنی چرخش آزاد باشه میشه ام آر 2 2 یا ام آر ما شوا هست. حالا اگر بخوایم قطر رو بذاریم میشه در واقع دی 2 که میشه دی 2 8 ام دی 2 8 خواهد. پس در حالت پیچش یعنی تحت پیچش قرار داره به این شکل میشه. اگر تحت دبران آزاد باشه به این شکل میزان اون مومان اینرسی ما به دست خواهد اومد. برای 1 میله حول در واقع محور وای اگر دبران بکنه یا حول محور زد دبران بکنه به این شکل گشتوار دوم سطح ما میشه ام ال 2 12 خواهد بود. و در حالتی که دوران ما حول مرکز جرم نباشه، یعنی اینجا حول وای نباشه و اینجا حول جی نباشه و حول یه نقطه دیگه باشه، ما میاییم از این رابطه استفاده میکنیم. یعنی این در واقع حول مرکز جرم هست، اینجا مثلا این مقدار حول مرکز جرم این که وای هست هست. اگر مثلا حول این نقطه بخوایم به این شکل به دست میاد که میشه همین به اضافه ام ضرب در فاصله که این نقطه مورد نظر ما تا مرکز جرم خواهد داشت به توان 2. یعنی این رابطه در واقع رابطه هستش که شما توی استاتیک خوندید. اینجا ما برای یادآوری خدمتتون عرض میکنیم که این جی رو از این قسمت ها حفظی دارید. برای نقطه دیگه بخواید دوران رو به دست بیارید، مثلا این میله ماحول این نقطه دوران داشته باشه، از این رابطه میشه استفاده کرد. به همین شکل اینجا جدولی که داریم میتونید برای حالت های دیگه و قطعات دیگه که وجود داره اون آی ها یا حالا بعضی مسائل حالا به اسم جی گفته، بعضی مسائل به شکل آی گفته، شما میتونید اینا رو از این جدول استفاده بکنید حالا به شکل FC داشته باشید. شکل هایی که فرم هایی که بیشتر تو مسائل اومده رو ما خدمتتون عرض کردیم، شکل یا دایره ای هست یا حالت میله ای هستش که بیشتر باید حفظ داشته باشید. حالا حالت مخروطی یا صفحه ای کمتر تو مسائل دیده میشه. مورد دوم که خدمتتون عرض میکنم برای داوری تبدیل حرکت هستش. خب ما اگر میله ای رو به اندازه دتا در واقع تغییر زاویه داشته باشه و حالا به مقدار ایکس اومده پایین، ما میخواییم یه رابطه بین این ایکس یعنی تغییر خطی این و تغییر زاویه این داشته باشیم. ایکس برابر است با ال ضرب در دتای ما که حالا یه چیز بدیهی هست، منتها ما برای این کسایی که ممکنه پای ضعیفی داشته باشن عرض میکنم. اینجا ما حرکتمون هم حرکت میشه بر اساس زاویه تفسیر کرد، هم میشه بر اساس خطی تفسیر کرد. رابطه ای که بین خطی و زاویه وجود داره این هستش که مقدار جابجایی خطیمون برابر است با طولمون یعنی فاصله این نقطه تا اون مرکز دوران ضرب در اون دتای ما خواهد به این شکل. حالا اگر تغییرات زاویه در دو سمت باشه به این شکل باشه، خب ما میدونیم این سمت x1 میشه مساوی l1 ضرب در دتا، x1 میشه l1 ضرب در دتا و x2 میشه l2 ضرب در دتا خواهد. حالا بین اینها بخوام رابطه ایجاد بکنیم، اینها رو به هم تقسیم بکنیم میشه x1 به x2 مساوی l1 به l2 که دتاشون حذف میشه چون مشترک حذف میشه. پس این رابطه رو به این رابطه تقسیم بکنیم، یک رابطه بین جابجایی خطی این سمت با جابجایی خطی این سمت ظاهر خواهد شد که x1 به x2 میشه مساوی l1 به l2. یعنی x1 به x2 اینم به این تقسیم میکنیم، دتا هم میره چون مشترک هست میشه l1 به l2 که خدمتتون عرض کردم. حالا یه سری نکات هستش که ما قبل از اینکه وارد مسائل جدی در واقع سیستم های ارتعاشی بشیم خدمتتون باید درس بکنم. یکی اینکه ترسیم شکل آزاد جسم و قرار دادن نیروهای معادل هر المان، یعنی ما هر بخشی رو توی ارتعاشات این همه فصل داریم، ما باید این کارا رو انجام بدیم. برای تمام فصول این استراتژی حاکم هستش که ما شکل آزاد دیاگرام آزاد اون جسم رو بکشیم و تمام نیروها هم از نیروهای داخلی و نیروهای خارجی رو باید روی اون قرار بدیم. نیروی خارجی فنر، دمپر، جرم یا تناب رو باید روی اون جسممون قرار بدیم.
دو، در حالتی که در وضعیت استاتیکی فنر کشیده شده باشد دیگر نیروی وزن نوشته نمیشه، یعنی نیروی وزن اثرش رو رو فنر گذاشته. مثلا ما یک فنری داریم، یک وزنی بهش آویزونه، میخوایم تو معادل حرکتش رو بنویسیم، دیگه وزن رو نمینویسیم، چون در حالت استاتیکی یعنی فنر کشیده نشده و همونجور حالت ثابت هست، وزن اثرش رو فنر گذاشته و فنر رو یه مقدار کشیده، بنابراین دیگه تاثیر وزن روی رابطه نوشته نمیشه. اما در حالت مثلا افقی باشه، چون وزن اثرش رو فنر نذاشته، اون موقع وزن رو اثر وزن رو میتونیم بنویسیم، اما وقتی در فنر کشیده شده دیگه اثر وزن نوشته نمیشه. پس تو بعضی از مثال ما میبینید مینویسیم و بعضی از مثال نمینویسیم، اینجا به این نکته توجه داشته باشید که به خاطر این دلیل هستش که ما در واقع استراتژیمون فرق خواهد کرد. حالا اینجا شاید متوجه نشده باشید، ما بعضی مسائل که حل کردیم اونجا خواهید فهمید که چرا ما بعضی موقع وزن رو مینویسیم، چرا بعضی موقع نمینویسیم. حالت سوم، تعیین حرکت خالص برای جسم، یعنی خالص بدونیم که اون جسممون آیا یک حرکت خطی داره، آیا یک حرکت زاویه‌ای داره، یا حرکت ترکیبی داره، یعنی حرکت خطی است هم حرکت زاویه. مورد چهارم، تبدیل متغیرهای حرکت به یک، دو یا سه بر اساس درجه آزادی، یعنی درجه آزادی ما وقتی یک هست، تمام حرکت ها باید به یک حرکت، به یک متغیر تبدیل بشه. مثلا یک جسم این قسمت رو اسمش گذاشتیم x1، این قسمت اسمش گذاشتیم x2، بالا مثلا دتا هست، اینا به این شکل اگه درجه آزادی یک هست نمیتونه باشه، باید همه اینها با استفاده از اون رابطه‌ای که با هم دیگه دارن باید تبدیل به یک متغیر حرکت بشه، یا مثلا دتا یا مثلا ایکس باشه. اگه دو درجه آزادی باشه باید به دو تا متغیر تبدیل بشه بر اساس اون درجه آزادی که خدمتتون عرض خواهیم کرد. فصل دوم از ارتعاشات مکانیکی مربوط است به ارتعاشات آزاد. تعریف ارتعاشات آزاد به این شکل هستش که دیگه اون سیستم میرا کننده در واقع این سیستم ارتعاشی ما وجود نداره که مانند دمپر یا حالت استکاکی باشه که به مرور این ارتعاشات جلوش گرفته بشه و خونسا بشه، وجود نداره و ارتعاشات به شکل آزاد صورت میگیره. حالا هم در ارتعاشات آزاد و هم به شکل کلی در کل سیستم‌های ارتعاشی، یکی از پارامترهای مهم و اساسی که ما دنبالش هستیم فرکانس طبیعی هست. فرکانس طبیعی از این لحاظ مهم هستش که چون اگر اون سیستم ارتعاشی ما مثلا یک پل بخواد باشه یا یه سازه باشه، اگر با اون فرکانس به ارتعاش واداشته بشه، باعث تخریب اون سیستم خواهد شد که حالا تعاریف مختلفی رو توی درساتون شنیدید براش و مثالای مختلفی اساتیدتون براتون ذکر کردن. خب اگر ما اون سیستم ارتعاشی پیچیدهمون رو بیایم به یک سه تا پارامتر اصلی تبدیل بکنیم، یعنی جرم‌های مختلف رو، جرم معادل رو به دست بیاریم و سختی‌های مختلف رو تبدیل به یک سختی بکنیم با استفاده از اون روابطی خدمتتون عرض کردیم، اون وقت میتونیم بگیم که فرکانس طبیعی ما برابر است با رادیکال کا، یعنی سختی بر روی در واقع ام چی که جرم ما هست، یعنی ضریب دمپر ما تأثیری روی فرکانس طبیعی ما نخواهد داشت. خب این در حالت کلی و به شکل تئوریک هستش، یعنی در عمل و تو محاسباتی که ما انجام میدیم خیلی از وقت ما نمیتونیم بیایم و سیستم رو به حالت ساده تبدیل بکنیم و در نتیجه همواره فرمول ما به این شکل بگیم کایی که تو اون سیستم از تقسیم بر ام خواهد بود به این شکل نیستش، بلکه با توجه به اون رابطه و معادله دیفرانسیلی که خدمتتون عرض خواهم کرد طبق اون به دست خواهد اومد. اما اگر ما بتونیم خدمتتون عرض کردم سیستم رو به این شکل ساده تبدیل بکنیم، اون وقت فرکانس طبیعی ما از این رابطه به دست خواهد اومد که برابر است با سختی معادل به روی جرم معادل اون سیستم بود. حالا این در حالت خطی بود، اگر حرکت زاویه‌ای ما داشته باشیم اون وقت جرم ما دیگه در واقع جرم ام قرار نمیگیره، چون حالت پیچشی هست، اون وقت اونجا به جای ام ما گشتاور دوم سطح رو قرار میدیم، بنابراین اومگا ان ما در حالت پیچشی به شکل کا بر روی جی خواهد بود که جی اینجا گشتاور دوم سطح این قطعه هستش که داره پیچش میکنه. خب حالا برای قطعات مختلف دیگه این به این شکل نیست، یعنی این حالتهای ساده ترین حالتها برای حرکت خطی و حرکت پیچشی هست. ما باید ببینیم که در حالتهای دیگه چگونه میتوان این را سختی معادل یا جرم معادل رو به دست آورد که مثالایی رو اینجا خدمتون عرض خواهم کرد. خب ما به شکل تئوریک داریم که نیرو برابر است با ضریب سختی در میزان جابجایی، در نتیجه ضریب سختی میشه در واقع تقسیم نیرو به در واقع مقدار جابجایی، یعنی نسبت نیرو به جابجایی رو میگیم سختی فنر. حالا توی روابط مختلف از این خاصیت استفاده میکنیم تا سختی معادل به دست بیاد. فرض کنید که یک میله رو ما تحت کشش قرار دادیم، خب اینجا دیگه فنری وجود نداره که ما بخوایم
کای اون رو به دست بیاریم. اما از روی مقاومت مساله میدونیم که مقدار جابجایی انتهایی میله برابر است با مقدار نیرویی که وارد میشه ضرب در طول تقسیم بر سطح مقطع در ای که مدل الاستیسیته این جنس در واقع میله ما هستش. خب طبق این اگر ما تو این رابطه مقدار نیرو به جابجایی رو به دست بیاریم، یعنی اینو تبدیل بکنیم آی به روی ال، یعنی معکوسش کردیم آی به روی ال و پی بر اون سمت، میشه دلتا به روی پی مساوی ال به روی آی. برعکسش کنیم این رابطه به دست میاد، یعنی آی به روی ال پی میره اونور، میشه پی به روی دلتا که جابجایی هم است. و از این سمت هم میدونیم که نیرو به روی جابجایی میشه سختی، بنابراین سختی این میله برابر میشه آی به روی ال. در نتیجه فرکانس طبیعی برای یک میله خواهد بود کای معادل که این هست به روی ام، پس آی به روی آی ال اوم به روی ام که به این شکل فرکانس طبیعی برای این سیستم به دست اومد. پس دقت بکنید اونجا خدمتتون عرض کردیم فرکانس طبیعی برابر است با رادیکال کای معادل به روی جرم معادل ما. خب اینجا چون یه دونه جرم داریم، جرم میله هستش، جرم اون پس همون جرم معادل هست، جرم این میله خواهد بود. برای کای معادل از این رابطه استفاده کردیم، گفتیم میزان تغییرات طول این طبق رابطه مقاومت مساله میدونیم پی ال به روی آی هستش و طبق این قضیه که نسبت نیرو به جابجایی میشه کا، اومدیم نسبت نیرو به جابجایی رو تو این رابطه به دست آوردیم، نیرو به جابجایی رو که شد آی به روی ال که همون کای ما خواهد بود. بنابراین در اون رابطه فرکانس طبیعی قرار میدیم به این شکل آی به روی ام ال میشه رادیکال آی به روی ام ال خواهد بود برابر فرکانس طبیعی ما. که حالا اینا رو هم چند موردی که ما اینجا ذکر میکنیم همین مقدار هست، یعنی چیز اضافه بری نیست، میتونید اینا رو به شکل حفظی هم داشته باشید که برای یک میله ساده کششی فرکانس طبیعی به این شکل هستش. برای یک میله که تحت خمش قرار داره، خب میدونیم مقدار جابجایی انتهایی میله یعنی وای مساوی است با پی ال سه به روی سه ای، یا این روابطی هستش که ما توی مقاومت مساله خوندیم. خب اینجا هم باز باید بیایم نسبت نیرو یعنی پی به وای رو به دست بیاریم. خب پی اگر بره اون سمت به وای تقسیم خواهد شد، پس بنابراین اینو باید معکوس بکنیم، یعنی سه ای آی به روی ال سه خواهد بود پی به روی وای، که حالا اینا رو نسبت بگیرید متوجه خواهید شد. خب پی به روی وای یعنی نیرو به روی جابجایی که برابر همون کا هستش، پس سختی معادل ما برای این شد ای سه ای آی به روی ال سه، بنابراین فرکانس طبیعی برای تیر در حال خمش خواهد بود این مقدار کا تقسیم بر ام که میشه رادیکال سه ای آی به روی ام ال سه که به این شکل به دست خواهد آمد. خب خدمتتون عرض کردم برای کنکور میتونید اینا رو به شکل حفظی داشته باشید، اما توی در واقع مسائل طی ترم باید اثباتش هم در واقع بلد باشید که بتونید استفاده بکنید. حالت بعدی حالتی هستش که تیری در حالت خمش هست که تیری یک سرگیردار نیست، در واقع دو تا تکیگاه جدا داره. خب اینجا هم باز رابطه‌ای که از مقاومت مساله ما داریم وای هست برابر پی ال 3 به روی 48 دی آی، باز به همون شکل میایم 48 دی آی به روی ال 3 خواهد بود پی به روی وای، یعنی پی رو بردیم اونور معکوس کردیم، پس سختی معادل این حالت برابر است با 48 دی آی به روی ال 3 که اینجا خدمتتون نوشتم، و بنابراین امگا ان ما خواهد بود این رابطه تقسیم بر ام در زیر رادیکال که میشه رادیکال 48 ای آی بروی ام ال سه. خب برای حالت در واقع پیچشی هم ما یا در واقع دورانی هم ما رابطه مشابهی مانند رابطه در واقع جابجایی خطی داریم. خب این که اینجا ما گشتاور اون برابر است با سختی فنر ضرب در مقدار جابجایی زاویه اون، بنابراین سختی فنر در حالت پیچشی برابر است با گشتاور پیچشی تقسیم بر میزان زاویه پیچش. خب اگر پس ما یک میله پیچشی داشته باشیم، میزان تغییرات زاویه اون طبق روابط مقاومت مساله برابر است با تی ال به روی جی جی. خب اینجا باز نسبت تی به دتا یا تی به فی رو بخوایم به دست بیاریم، باز میشه جی جی به روی ال مساوی تی به روی فی، که تی به روی فی همون کای ما خواهد بود. بنابراین فرکانس طبیعی بر حالت پیچشی در واقع جی جی ال تقسیم بر جی خواهد بود. اونجا خدمتتون عرض کردم در حالت پیچشی دیگه کابری ام نیست بلکه کابری جی هستش، پس این رو تقسیم بر جی میکنیم، جی ها ساده میشه، بنابراین فرکانس طبیعی برای حالت پیچشی در یک میله پیچشی خواهد بود رادیکال جی بر روی ال که مشاهده کردید به چه شکلی به دست میاد. خب برای حالتی که دو سرگیردار باشه تیر ما، خب میزان وای ما برابر است با پی ال 3 بر روی 192 ای آی، که باز اینجا ما میاییم مقدار پی به وای رو به دست میاریم به این شکل و کامون میشه 192 ای آی بر روی ال 3 و امگا ان ما این عبارت تقسیم بر ام خواهد بود که اینجا قابل مشاهده هست برات. خب مواردی که خدمتتون عرض کردم مقدمه برای فصل دوم بود که یکی از پارامترهای اصلی
در واقع سیستم ارتعاشات مکانیکی رو خدمتتون معرفی کردیم که فرکانس طبیعی بود. توی سوالات هم شما توی سوالات ارشد، توی سوالاتی که طی ترم ازتون میگیرن مشاهده کنید 70-80 درصد سوالات برمیگرده به تعیین فرکانس طبیعی یک سیستم ارتعاشی و یا یک مسئله ارتعاشی. که حالا حالت خاصی که بود توی میله های مختلف تحت کشش، پیچش یا خمش خدمتتون عرض کردیم. توی این بخش درس یکممون ارتعاشات آزاد سیستم های بدون میرایی میپردازیم به تعیین معادلات دیفرانسیل حاکم بر در واقع سیستم های ارتعاشی و نحوه تعیین فرکانس طبیعی از روی در واقع معادله دیفرانسیل و همچنین معادله حرکت سیستم خواهد بود که عمدتاً ما فرکانس طبیعی رو به این روش تعیین می‌کنیم و اون روش‌هایی که خدمتتون عرض کردم اونها حالت‌های خاصی است که برای میله تحت بارهای مختلف در واقع به دست میاد. خب در ساده‌ترین شکل یک سیستم بدون میرایی به شکل یک جرم و فنر هستش، یعنی این ساده‌ترین فرم سیستم بدون میرایی هست و مسائلی که ما داریم اونتن به این شکل ساده نخواهد. خب تو این شکل ساده ما باید معادله حرکت این سیستم رو استخراج بکنیم که یا با استفاده از قانون دوم نیوتن استخراج میشه یا با استفاده از انرژی. توی فصل اول خدمتتون عرض کردم. خب عمدتاً ما توی بحث بدون میرایی با استفاده از قانون دوم نیوتن این کار رو انجام میدیم و میایم معادله حرکت رو استخراج میکنیم. خب نیروهایی که داره به این جسم در واقع وارد میشه از اون 4 نیرویی که خدمتتون عرض کردم که میتونه نیروی خارجی باشه، نیروی فنر باشه، نیروی دمپر باشه یا نیروی جرم باشه، اینجا چون در حالت استاتیکی جرم اثرش رو فنر گذاشته، یعنی